سرقت کاپ‌های مسی از اول امسال افزایش قابل توجهی داشته و امروز 13 دی ماه همزمان با مراسم سردار دلها و روز شلوغ کاری کرمان نو این رسانه قربانی کاپ دزدی شد. گفتگو با شواهد عینی گویای این امر است که سرقت بین ساعت‌های 3:30 تا 4 نیمه شب اتفاق افتاده و از همان زمان برق مناطق قطع شده. از نیمه شب قطع شده. ما امروز صبح ساعت 6 متوجه شدیم، وقت نماز متوجه شدیم که برق قطعه، ولی متاسفانه حالا مشکل این که حالا آب جدا قطع شده به واسطه برق و اینکه ما مریض اورژانسی تو خونه داریم، دستگاه اکسیژن ساز، تشک مواج، اینا همه از کار افتاده و واقعا دچار مشکل شدیم که الان مجبوریم مریضمون که مادر سالمندم هستن اعزام کنیم برای بیمارستان. اتفاقات برق در تماسی که ساعت 8:26 دقیقه صورت میگیرد اعلام میکند که تا ساعت 9 برق این منطقه وصل میشود. برق منطقه همتی فرد کوچه‌های 9 11 13 بلوار هوانی روز، قدیر 2 خیابان‌های محمدی داوودی، بلوار رضوان و خیابان بهشتی، کوچه‌های 10 12 و اطراف، سراسیاب، کوچه دهبالا، ابوذر شمالی و مالک اشتر شمالی، اختیارآباد، خیابان 9 دی و شرف‌آباد، بلوار امام حسن مجتبی و بلوار شهید عباس‌پور، کوچه‌های 10 12 و اطراف به علت اشکال در سیم‌های شبکه تا ساعت 9 قطع می‌باشد. در تماسی که ساعت 9:31 دقیقه با 121 گرفته می‌شود، اپراتور برق لیست بیشتری از مناطق شامل خیابان سرباز و ابتدای خورشید را به لیست مناطق قطعی اضافه می‌کند و ساعت وصلی برق را 1:00 اعلام می‌کند. با توجه به وسعت قطعی برق، برق استودیوی کرمان نو در ساعت 1:15 به 2 وصل می‌شود. به طور کلی آمار دقیقی از سرقت‌های سیم‌های برق در کرمان وجود ندارد و پیگیری کرمان نو برای مصاحبه با منابع انتظامی بی نتیجه می ماند. اما طبق اعلام مهندس محمد سلیمانی، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان، سرقت سیم‌های برق در شهر کرمان به روزی 20 مورد می رسد. واقعاً حجم سرقت بیگونه هست که در روز 20 مورد، 30 مورد ما داریم. گفتمان عملیاتی به گروه ما محدود هستن. یعنی عزیزان توی نوبت می بونن تا انشاءالله سیم‌ها کشیده بشه. اینکه چرا سرقت سیم‌های برق در کرمان زیاد شده؟ موضوعی است که بایستی علت آن را در شماره بالای کارگاه‌های ضایعاتی بدون مجوز و اقتصاد این روزها جستجو کرد. در خبری که 19 آبان امسال به نقل از فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در ایسنا کار شده، 65% از سرقت‌های برق مربوط به شهرستان‌های کرمان و رفسنجان است و دلیل آن هم کارگاه‌های ضایعاتی ذوب مس عنوان شده. در کرمان بیش از 700 کارگاه ضایعاتی غیر مجاز وجود دارد که هنوز تکلیف این موارد مشخص نشده و نظارتی بر آنها نیست. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.